بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. درس چهارم مجموعه آموزش ترجمه مفاهیم قرآن جلد اول. عنوان درس پرستش خداوند. عبارات ملاحظه بفرمایید. خاطرتون هست به کرات عرض کردم خدمتتون که روش شروع شما مقید باشید، اول عبارات بخونید، میبینید بسیارشو بلد نیستید و بعدم کن میخوانید. بعد از نیم ساعتی سروبی که تمرین انجام دادید برگشتید با اون چی یاد گرفتید، واژه ها را، کلمات را در تمرین ها ترجمه که میکنید هی روان میشید. دو سه مرتبه ترجمه کنید کاملا مسلط میشید و ابهام براتون نمیمونه و روانم خواهید خوند. الان من ترجمه میکنم از بابه که آماده باشید، ولی با ترجمه من مستقیم نمیشید از تک تمرین ها. بسم الله الرحمن الرحیم. یک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو را بندگی میکنیم و تو را از تو کمک میگیریم. که یعنی تو، ایاک یعنی تو را، اصطلاح میگن ضمیر مفعولی است. حالا اصطلاحات خیلی به درد شما نمیخوره، روش ما همطوری است که ما اصطلاحات حذف کردیم، قوانین حذف کردیم، خیلی ساده و شیرین و میپردیم به مفهوم کلمه. پس که تو را، معذرت میخوام، که تو، ایاک یعنی تو را. در قرآن و عبارات عربی هرگاه مفعول یک فعل قبل از فعل بیاد به اسلام میگن انحصار رو میرسونه، یک فقط بهش اضافه میشه. پس فقط جز ایاکه نیست، چون ایاکه باید بعد از نعبده بیاد، نعبده ایاکه، بندگی میکنیم تو را. حالا برای قطعیت و این که بگیم فقط تو را، ایاکه میان قبل. پس ایاکه نعبده یعنی فقط تو را بندگی میکنیم، که فقط جز ایاکه نیست، ایاکه یعنی تو را. چون این کلمه قبل آمده میگیم فقط، اینو قاطی نکنیم. پس دو جور معنا میکنیم، تو را بندگی میکنیم و از تو کمک میگیریم، یا فقط تو را بندگی میکنیم و فقط از تو کمک میگیریم. دو، اه بندگیم خدمتتون عرض کردم، تکرار میکنیم، اطاعت خداست و پرستش او. اطاعت خدا یعنی چی؟ یعنی وظایف نسبت به خودمون، نسبت به جامعه‌مون، همسرمون، فرزندامون، پدر مادرمون و خدایمون، رهبران دینمون، آشنا باشیم، انجام بدیم اون چه بر ما واجب است انجام بدیم، اون چه نهی شده بر ما حرام است انجام ندیم. اینو میگن بندگی خداوند، اطاعت او. و چه دیگر بندگی؟ پرستش خداست. برای اینکه در همین اطاعت موفق باشیم ما نیاز داریم به هدایت خداوند. با او صبح و ظهر و عصر و شب پیوسته ارتباط برقرار میکنیم، میایستیم، با او سخن میگیم، نماز میخوانیم. اولا نفس مصاحبت با خدا گمگشته انسان است، دوست داره با معبود سخن بگه، نفس گپ زدن و صحبت کردن. بعدم نیازهاشو میگه، خدایا من بنا دارم تو رو بندگی کنم، خب بلد نیستم، خیلی جا خطا میکنم، نیاز دارم به هدایت تو، کتاب خوندم، بررسی کردم، سوال کردم، ولی اینا کفایت نمیکنه، باز هدایت تو باید پشتوانه توفیق من باشه.
پس برای اینکه در بندگی خداوند موفق باشم دعا میکنیم. دعا بهانه است که به خدا گپ بزنیم. خدا خالق من تویی، رب من تویی، هدایتگر من تویی، حالا من هدایت کن که چگونه تو رو بندگی کنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما بنده تو رو بندگی کنیم، از تو کمک میخوایم که راه راست بندگی رو به ما بنمایانی. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به راه راست، اونی که 100% به خواست تو میرسه و ما خواست خودمون رو کنار خواست تو قرار ندیم. 3. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده. ذالک هدی الله، آن هدایت خداست. اینم بگیم معنی نداره. اینی که داریم بیان میکنیم تو این آیات کنار ماست، این هدایت خداست که هدایت میکند به وسیله آن، بهی به آن، یعنی به وسیله آن. من یشاء، هر کس را که بخواهد. من یشاء، هر کس را که بخواهد. من عبادهی، از بندگانش. عبادهی دو کلمه است، عباد جمع عبد یعنی بندگان، هی او بندگانش. 4. و توبو الالله جمیعا، توبه کنید به سوی خدا جمیعا. این یک حالت از پرستش است. انسان معصوم نیست، خطا میکنه، غفلت میکنه و گهگاهی ازش گناهی سر میزنه که شایسته بندگیش نیست، شایسته خدا هم نیست. زیبنده نبود که ما نافرمانی کنیم خدا را ولو به غفلت. لذاست ما در نماز از او اعتذار میکنیم، معذرت میخواییم، عذر میخواییم، توبه میکنیم. خدا هم وعده فرموده است که وقتی توبه کردی من مثل که تو ازم گناه نکردی و خطا نکردی. پس خود صحبت با خداوند، او را خواندن، هدایت از او خواستن، از او معذرت خواستن، توبه، خودش میشه پرستش. تمام اینا زمینه است برای مصاحبت انسان با ذات حق، با او خون گرفتن، انس گرفتن، او را بر خودش حاکم دیدن. هر چه ما در این پرستش بیشتر تمرین کنیم، خودمون در محضر خدا میبینیم. و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، ایها مثل ایهاست، شبیه ایهاست. توبه کنید به سوی خداوند همگی، ای مؤمنان. ایها و ایها یعنی ای مؤمنون، افراد با ایمان. مؤمن مفردش، فرد با ایمان. مؤمنون و مؤمنین جمعش، چه مؤمنون چه مؤمنین، هر دو معنی جمع میده. 5. و سلام علی المرسلین، به درود بر پیامبران. مرسل فرستاده شده، پیامبر. مرسلین جمعش، مرسلون و مرسلین. و الحمد لله رب العالمین، به ستایش لله. لله چند کلمه است؟ دو کلمه، لی الله. و ستایش برای خداوند است، زیبندی خداوند است. چرا؟ رب العالمین، به خاطر این که پروردگار جهانیان است. ستایش برای خداوند است که پروردگار جهانیان است، همه مردم است. 6. فلله الحمد، پس برای او ستایش. لله باز دو کلمه. رب سماوات و رب الارض رب العالمین، چرا ستایش برای او؟ به خاطر اینکه او پروردگار آسمان هاست، پروردگار زمین است، پروردگار جهانیان و همه مردم است. او صاحب اختیار همه است، همه رو به سمت کمال داره هدایت میکنه و تربیت میکنه. 7. و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، تسبیح کن با ستایش پروردگارت، از طریق حمد کردن ستایش او. این خودش پرستش است، تسبیح پرستش، حمد کردن پرستش. پس توصیه قرآن راه رسم بندگی را، بخش پرستش رو به ما هدایت می‌فرماید. تسبیح کن به وسیله ستایش پروردگارت را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب. 8. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی ایمان آوردید. آمنو خودش یعنی ایمان آوردن. هرگاه بیاد کنار یا ایها میگیم اینا ایمان آوردید.
ای کسانی که ایمان آوردید، توبوا الی الله، توبه کنید به سوی خداوند، بازگردید. خطایی کردید طور نیست، من به شما سخت نمیگیرم، مهربانم، میگذرم، بزرگوارم. بیاید اعتراف کنید و تکرار نکنید. پس توبه کنید به سوی خداوند، توبه این بازگشت. نه، و استغفر الله ان الله غفور رحیم. طلب مغفرت کنید، آمرزش بخواید از خداوند. استغفرو یعنی طلب مغفرت کنید، آمرزش بخواید، بگید ببخش ما را. از کی؟ از خداوند. چرا؟ ان الله غفور رحیم، قطعا خداوند آمرزنده مهربان است، از صفات الهی است. غفور آمرزنده، رحیم مهربان. ده، فسبح بحمد ربک و استغفره، با تکرار تسبیح کن همراه یا به وسیله ستایش پروردگارت را، و آمرزش بخوا از او، طلب مغفرت کن از او. پس در معنای کلمات معنای مترادف رو بیاری، طوری نیست، مقید به یک کلمه معنای خاص نباشید. میپردازیم به جدول کلمات که بنا شد دقت کنید با فردی که با هم درس میخونید، از هم سوال کنید، کلمات آشنا رو مرده کنید، جدن آشنا. سلام فارسی همون درود و سلام، یعنی خواستن سلامتی برای دوستمون. این درود یعنی من سلامتی تو رو میخوام. طلوع همون طلوع فارسی ما، غروبم خودش. پس اینا که فارسی بود، یعنی ما کلمات فارسی عرب قرآنی ما در گذشته اکثر کلمات ما قرآنی بود. کم کم کسانی که روی خوشی نداشتن با اسلام و قرآن، به اسم پاسداری از زبان فارسی کم کم زدودن، هی کم شد و الان به حد اقل رسیده. یعنی 100 سال قبل واژه‌های مشترک بین فارسی و قرآن 2-3 برابر اون چیزی که الان ما معمول منوس هستیم. واژه جدید ملاحظه کنید، آمنو، ایمان آوردند. پس خود آمنو آمنه، ایمان آورد، آمنو ایمان آوردند. وقتی میگیم میخوام بگیم شما ایمان آوردید، میگیم آمنتم. ولی اگر همین آمنو کنار یا ایها الذین قرار بگیره، بهش معنا میکنیم ایمان آوردید. پس خاطرتون باشه، آمنو ایمان آوردند. الذین آمنو، کسانی ایمان آوردند. حالا بگیم یا الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید. پس آمنو دو معنا داره. اگه خودش باشه و فاعل خودش، ایمان آوردند. اگر مخاطب ما باشه، در اون صورت میگیم ایمان آوردید. به همون به فارسی یا وسیله یا به همراه یا به سببه، این معنی متفاوت میده در خود عبارت، خودش گویاست که کدام رو انتخاب کنید. استغفرو، طلب مغفرت کنید، آمرزش بخواهید. اهده، هدایت کن. توبو، توبه کنید، بازگردید. سبه، تسبیح کن، پاک شمار. علا بر، که و که، تو که مذکر، که مؤنث. برای فرد مرد میگیم که، برای زن میگیم که. ایا که و ایا که یعنی تو را. مرسلین، مرسل فرستاده شده، همون رسول. مرسلین فرستاده شدگان، جمع مرسل. ناما، بس این عبارت چگونه به کار بده؟ گای مارا، گای ما، گای مان. نستعینو، به کمک میگیریم. نعبدو، عبادت میکنیم، بندگی میکنیم و میپرستیم. در بسیار از ترجمه ها میپرستیم آوردن، این با تسامح و لا بندگی کردن، هم اطاعت است هم پرستش. خدا هدایت، خدا هدایت، گاهی هم با تنمیم میاد هدن. پس خدا و هدن هر اینو یعنی هدایت. خب اینم جدول ما و دقت هایی که در ترجمه باید به کار ببریم و سعی کنیم تا می شود
از با واژه‌های قرآنی از مشتقات خودش استفاده کنیم برای ترجمه کردن کلمات، تا هی توان و انس ما با قرآن بیشتر بشه حتی در حین ترجمه کردن. موارد ملاحظه کنید اونجا که این امر عمل آمن و ایمان، این عربیست ایمان، استغفرو فارسیش آمرزش بخواید ولی عربیش طلب مغفرت کنید. خاطرتون باشه این نکته را. و اما تمین ها کلمات را آوردیم، دو معنا براش پیشنهاد کردیم، شما گزینش میکنید. دقت هم خواهید کرد که نوعا این تمرین ها کمتر خطا میکنید ولی خیلی کمک میکنه به یادگیری. و ازش غفلت نگید چون ساده است بگذاریم، نه، انجام بدید، هی معنای کلمات در ذهنتون تثبیت بشه، ماندگار میشه. بخش اول، تمرین اول فارس عربی به فارسی، دوم فارسی به عربی. و تمرین دوم عبارات آوردیم، دو معنا براش معنا کردیم، شمایید گزینش که گزینش کنید معنای صحیح را و بشناسید علت غلط بودن معنای دوم را. اینو توصیه میکنیم که یادگیریتون رو بازش دو برابر میکنه. تمرین سوم هم ملاحظه کنید، زمینه است برای توفیقتون در تمرین پنجم. ایاک نعبد و تو را بندگی میکنیم، یا فقط تو را بندگی میکنیم. این فقط به خاطر که ایاکه باید بعد بیاد، آمده قبل. اهدنا، دو کلمه است، هدایت کن ما را. سه، ایها المؤمنون، عرض کردیم ایها و ایها، این ای یا ای، ایها و ایها ای یا ایها، اونم ای. ای افراد با ایمان، ای مؤمنان، یا الذین آمنو، اگر خود آمنو بود میگفتیم ایمان آوردند، ولی اینجا که خطاب هست ای کسانی که ایمان آوردید، نمیگیم ای کسانی ایمان آوردند، میگیم یا ایا ای الذین، کسانی که آمن ایمان آوردید. توبه الله، توبه کنید به سوی خداوند، یعنی بازگشت کنید به سوی خداوند. غفلت کردید، فاصله گرفتید، گناه کردید، با صمیمیت اعتذار کنید، عهد کنید که تکرار نکنید. فسبح بحمد ربک، ف پس سبح، تسبیح کن، بحمد ربک، به وسیله ستایش پروردگارت، یا همراه با ستایش پروردگارت، هر دو معنا میده. ذالک هدی الله، این هدایت خداست. ذالک معناش آنه، ولی نوعا وقتی که در عبارات قرآن میاد ما در محضرش هستیم، این معنا کنیم مناسب تره. این هدایت خداست. یهدی بهی من اشا، هدایت میکند به وسیله آن هر کس را که بخواهد، یا هر کس را که میخواهد هم درست. من عبادهی، از بندگانش. عبادی دو کلمه است. نوعا در آزمونایی که پیش میاد به کرات من دیدم خیلی اینو خطا میکنن، این ضمیره کوچولوی نمیبیننش و به حسابش نمیارن. مراقب باشید که به معنی کلمه بپذیرید و قبولش داشته باشید. من عبادی سه کلمه است، از بندگان او. فلله الحمد، فلله چند کلمه است؟ سه کلمه. ف ل الله، پس برای خداست ستایش. اون کسی که شایسته ستایش ذات حق است، بقیه همه بنده او هستند و ریزخار او و در محضر او همه کوچکند و نیازمند به او. و استغفر الله، طلب مغفرت کنید از خداوند، یا آمرزش بخواهید از خداوند. خداوند را بگیم درسته، ولی تو فارسی بهتر بگیم از خداوند. ان الله غفور رحیم، قطعاً خداوند آمرزنده مهربان است. اگه یادتون باشه قبلا گفته بودیم، گاه اینجا واب تو فارسی پیش میاد، اضافه کنیم معنی نداریم، بفرمایید قطعاً خداوند آمرزنده و مهربان است، اشکالی نداره. تمرین 4 هم دقت کنید، عجله نکنید، ببینید کدام کلمات معنا شده اونو بذارید، اون چه نشده شما اضافه کنید،
ملاحظه کنید اهدنا الصراط المستقیم، این چند کلمه است؟ اهدنا صراط چهار کلمه است. اهد یکی، نا دو، صراط مستقیم چهار. اینجا سه کلمه معنا کرده، هدایت کن به مستقیم. اهد هدایت کن، نا را معنا نکرده، میگیم ما را. به اون حرف ربط است که میاد به زبان دیگه. راه معنا نکرده که اون صراط است، مستقیم هم مستقیم. پس دو کلمه معنا کرده، دو کلمه گذشته برای شما. غفلت نکنید چیزی که اون معنا کرده شما با تکرار کنید. دو، فسبح بحمد ربک. این توفیق شما در این تمرین اینه که واژه ها رو ببینید، ترکیبات چند تا کلمه است. هیچ کدوم فروگذار نکنید. ببینید چند تا رو ترجمه کردن برای شما، اونی که نکردن اضافه کنید، بعد عبارت یک مرتبه می‌خونید ببینید کامل شد. فسبح بحمد ربک و استغفر. پس تسبیح کن به همراه، به اینه به همراه. هم نیاورده، شما میگین ستایش پروردگارت، هم جاش خالی بوده، هم ستایش. ربک پروردگارت، واب باز معنا شده، استغفر هو، هو شبه معنا شده، مونده استغفر. آمرزش بخوا، طلب مغفرت کن. و سلامون علی المرسلین، و ستایش بر فرستاده شدگان. درود علا معنا نشده، می‌نویسید بر مرسلین، پیامبران، فرستاده شدگان درسته. واب معنا شده، هم صداش نشده. ستایش لی معنا شده، باز الله صدا نشده. برای خداوند که رب باز معنا شده، عالمین مونده. پس علا نبود، معنا نشده، هم نشده بود، و الله و عالمین. چهار، بسبح بحمد ربک قبل طلوع شمس. و پشتش سبح تسبیح کن بین به همراه، همراه با، هم صداش معنا شده. پیش از، معذرت میخوام، صدایش پروردگارت دو کلمه معنا نشده. ربک پروردگارت دو کلمه معنا نشده. قبل، پیش، طلوع شمس، طلوع از طلوع شمس خورشید، پس چی مونده؟ شمس مونده و باز واو آمده و غروب مونده. پس کلمه کلمه. و تسبیح کن به همراه ستایش پروردگارت را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب. به این ترتیب اینا وسیله است که هی تمرین کنید، واژه‌ها رو یاد بگیرید، عبارات یاد بگیرید، ترکیب‌ها رو تفکیک کنید، هی شمرده شمرده، کلمه به کلمه. میبینید عجب ساده است قرآن و فهمش. واقعا هم همینطوریست. شما باور کنید ساده است. کسانی که واقف نیستن تلقیشون از دور اینه که میبینن مشکل قرآن. عزیزانی که توفیق پیدا میکنن، ما توصیه میکنیم بشیم این پیام به دیگران برسونید. هر کس اطرافتون هست، به خصوص اعضای خانوادتون، تا میتونید این بهره گیری ها را، این توفیقات را خودتون عامل بشید، تعمیم بدید. تو خونه دعوت می افراد دیگه، فرض کن مادر گرامیتون تا حالا قرآن نخونده، این درس رو ندیده، میخونه قرآن رو ولی منش نمیدونه. محضرشون مشرف بشید، بشینید با نهایت تواضع بگید مادر دوستانم خدمت شما، من درس رو پس بدم، بیاید اصلا با هم بخونیم. پس من توصیه میکنم به یک که عزیزانی که این را دارن تهیه میکنن، آموزش میبینن، بی‌تفاوت نباشید. دوست شما، هر کی میشناسید از خانوادتون، و هر کس رو که میبینید در دست شماست و شما پذیرایی داره، از اینکه توفیقتون رو عرضه کنید دریغ نکنید. بگید من خیلی ساده این کتاب رو دارم مطالعه میکنم، درس به درس و فرا میگیرم، میابم که خیلی ساده است و حفظم آمد به شما نگم، تشویق کنید که دیگران هم این را مشابه شما تهیه کنم. بخش معارف رو هم توصیه کردیم یه مرتبه بخونید که یک گذریست بر موضوع درس. تمرین آزاد، تمرین آزاد گفتیم مستحب است برای کسانی که علاقه بیشتری دارن، کمتون علاقه دارید، فراغت بیشتری دارن، آمادگی بیشتری دارن، یعنی توانایشون از نظر علمی بیشتره و فراغت هم دارن. در اون صورت خب خیلی فرصت خوبی است، بار یادگیری شما بیشتر میکنه.
واژه‌ای که اینجا آوردیم در کنارش همونی بود که تو جدول نیامده. چرا؟ تمرین آزاده. و ما آخر سر که این کتاب‌ها رو بررسی کردیم و عرضی کردیم حاصل کار رو، این تمرین آزاد رو به حساب نیاوردیم. اینو قوت میده به توانایی شما در انس با قرآن و ترجمه قرآن، ولی جزء برنامه ما نیست، ما منظور نکردیم. هر کس موفق شد به نفع اوست، یعنی قوت و توانش بیشتر میشه، سرعتش بیشتر خواهد بود در گذراندن این دروس سجل کتاب ترجمه فهم قرآن. ملاحظه فرمایید تمرین آزاد رو من شما رو ترجمه میکنم که بازم کمک بشه به شما. یک، قل لله المشرق والمغرب، بگو برای خداست مشرق و مغرب، همون فارسی. یهدی من یشاء، هدایت میکنه هر کس رو که بخواهد یا میخواهد، الی صراط مستقیم، به سوی راه راست. نه کم کردیم نه زیاد. دو، و استغفروا ربکم، و طلب مغفرت کنید، آمرزش بخواهید از پروردگارتان. پروردگارتان را درسته، از بهتر، از پروردگارتان. ثم سپس توبو توبه کنید، الیه، بازگردید به سوی او. با او قهر نکنید، با او آشتی باشید، او پیوسته ما مهربان است. خطا کردیم، خطا میپذیرد، مشروع بینید که خودمون ادب کنیم و باز بگردیم و توبه کنیم و اعتذار کنیم از مظهر حق. ان ربی، قطعا پروردگار من، ربی دو کلمه است، رحیمون ودود، رحیم بسیار مهربان، ودود بسیار دوستدار. این نزدیک به هم است معانیش. سه، الحمدلله الذی، ستایش برای خداوندی است که فضلنا، فضلنا دو کلمه است، فضلنا فضیلت داد، برتری داد ما را، علی کثیر، بر بسیاری، من عبادهی، از بندگانش، المؤمنین، که مؤمن هستند. اینجا میتونید معنا کنید از بندگان مؤمنش هم خوب، مقدم مخر بگید ما نداری، تتو لفظی هم خوبه، از بندگانش که مؤمن هستند، افراد با ایمان هستن. و توبو، چار، و توبو الالله جمیعا، توبه کنید به سوی خداوند، بازگردید به سوی خداوند همگی، ایها المؤمنون، ای افراد با ایمان. لعلکم، دو کلمه است، به امید این که شما تفلحون، رستگار شوید. پنج، یا الذین آمنو، ای کسی ایمان آورده اید، اذکروا، بیاد بیاورید، نعمت الله، نعمت فارسی است دیگه، نعمت خدا را، علیکم، دو کلمه است، بر شما. شش، یا یلدین آمنو، اینو آورد مخصوصا چون در قرآن این عبارت و خطاب زیاده. ای کسی رو اون آوردید، این اگر، قبلا خوانده بودید این اگر رو، این تنصر الله، اگر یاری کنید خدا را، ینصر کن، یاری خواهد کرد شما را. این اگر تنصرو، یاری کنید الله خدا را، ینصر کن، یاری میکند شما را. آخرین عبارت، هفت، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح مفرده، یعنی تسبیح کرد و ماضیست. در این عبارت دو تغییر ایجاد میشه. سبح در نهایی که مفرده، ما فی السماوات و الارض جمعن، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. پس میگیم تسبیح کردن، بهتر از اون میگیم تسبیح میکنن، چون همیشه این کارشون هست. پس سبح که مفرد است و ماضی، هم جمع معنا میکنه هم مضارعه. تسبیح میکنند برای شما آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، و او عزیز است، همیشه پیروز است، شکست ناپذیر است، حکیم است، کاردان است. پس این نکته رو یادتون باشه، البته کم تکرار میکنیم بازم میاد، شاید اول نوبتی بود که با این مواجه شدید. سبه مفرد جنام من میکنم. چرا فاعلش جمعه؟ تسبیح میکند، اینجا میگیم تسبیح میکنند، تمام آنچه در آسمان زمین است. ماضی تسبیح کرد، واقع تسبیح کرده، من واقعش، ولی چون این کار ادامه داری، قبل، حال، آینده، لذا میگن بهتر است. هم جمع منو کنید که واجبه، و هم مضارع منو کنید که بهتر است. پس دو مرتبه، تسبیح میکنند برای خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، و او شکست ناپذیر، همیشه پیروز، کاردان است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.